عزیز، روز شما بخیر. امروز ما و شما فصل پنجم از اخلاق طبابت که رابطه طبیب با مریض است مورد مطالعه قرار میدیم. تعریف چی تعریفی داره می؟ رابطه دکتر با مریض بر اساس احترام متقابل، افهام و تفهیم خوب، اعتماد، رازداری و حفظ اصل رضایت آگاهانه باشد. یعنی اگر اینمی روابط به اصطلاح انجام داده باشه، نتیجه از چیز دکتر و مریض قادر می سازه تا همدیگر خوب درک بکنن، معلوماتی که لازم است مریض به اختیار دکتر میگذاره، دکتر هم میتونه با کسب اعتماد مریض در تداوی خود موفق باشه. احترام به مریض چیست؟ یعنی قبل از اینکه ما مریض رو ببینیم، وقتی که با اتاق مریض داخل میشیم، اول دوسیه مریض رو مطالعه میکنیم. در دوسیه مریض کل مشاهده که لازم بوده از مریض گرفته شده، تمام مسائل هست. بعدا بخیر به سمستر رفتون شما راجبو معلومات پیدا میکنیم. اول طبیب چی میکنه؟ دوسیه مریض مورد مطالعه قرار میده. بعد از این که به مریض سلام میکنه، خود با مریض معرفی میکنه، یک اصل است. یعنی در تمام سنترها یا تسهیلات صحی باید این اصل در نظر گرفته بشه. خود با مریض معرفی میکنه و را کوشش میکنه که در یک مریض را دعوت بکنه تا در یک جای مناسبی مریض قرار بگیره. بعدا با مریض مصاحبه شروع میکنه. تمام مریض ها یکسان نمی باشند. مریض ها خصوصیات جداگانه دارند. هر کدام از انعنات و کلچرهای مختلفی پیروی میکنند. حتی لسان جداگانه دارند، مذاهب جداگانه دارند. از نظر تفاوت های قومی، همو عادات و رسومی که دارند، اینا با همدیگر متفاوت میشه. باید طبیب این مهارت داشته باشه که خود با اینمی خصوصیات مریض به اصطلاح وفق بده، یا همی خصوصیات مریض تحت بکنه و کوشش بکنه قسم رفتار نکنه که باعث ناراحتی مریض بشه و اون چیزی که مریض نسبت به او حساسیت داره خیلی به اون مسائل نزدیک نشه. احترام به حق محرمیت مریض. وقتی که شما با یک مریض مصاحبه میکنید، بعد مریض در یک موقعیت قرار بگیره که اونمون صحبتی که شما با مریض میکنیم کسای دیگه اونا رو نشنوند. یعنی مریض احساس بکنه که ما در یک موقعیتی که با طبیب صحبت میکنم هیچ کسی دیگه نمیتونه همین صحبت ما رو بشنوه و این باعث میشه که مریض اعتماد به نفس بهتری پیدا بکنه و معلومات لازم به اختیار دکتر قرار بده و بعد ما به این خواست مریض بعد ارزش قائل باشیم. بعضی وقت مریض ها در جریان مصاحبه که با اونا صورت میگیره دوست دارن که یکی از اقارب اونا هم پلوی ناحضور داشته باشه و این بسیار گپ خوب است. حتما باید اونمو خواست مریض احترام گذاشته باشه و یک نفر از اقارب ازو در جریان مصاحبه اون که حضور داشته باشه. بعضی وقت لازم است که شما مریض معاینه بکنه، یعنی معاینه فیزیکی بکنیم. بسیار ضرور است که اگر مریض از جنس مخالف است، مثلا طبیب خانم است یا طبیب مرد است، در صورتی که طبیب مرد باشه یکی از اقارب خانم مریضه، یا در صورتی که نباشن نرس، یا در صورتی که باز نرس هم حضور نداشته باشه یکی از پایوازای خانمه که در دلیز انتظار نشستن اونا رو دعوت میکنه و در حضور از اینا مریض رو معاینه میکنه. و این شکل اگر طبیب مثلا خانم است، باز یک نفر از اقارب مرد مریض دعوت میکنه که نمی نظارت به نام چاپیرون اصطلاح فرانسوی یاد میشه. این فایده از این چیز، فایده از این است که اگر در آینده خدای نخواسته مشکلی پیدا بشه، اینمی افراد میتونن از طبیب دفاع بکنن. چنانچه این کارها صورت گرفته، اینا به اساس تجارب است. مثلا یک خانم آمده توسط یک دکتر مورد معاینه قرار گرفته و بعدا اونمو خانم سر دکتر ادعای شاید به جا و شاید هم بیجا کرده باشه، به منظور اخاذی به آبروی دکتر دست انداخته و باز وقتی که موضوع به قانون راجع شده، در اونجا طبیب ملامت شده که چرا تو تنها اینمی خانم معاینه کردی. پس یاد شما باشه که وقتی بخیر دکتر شدین، به این صورت یک طبیب، خصوصا اگر خانم جوان است، طبیبای مرد به تنهایی و دور معاینه نکنه. افهام و تفهیم خوب. در اینجا یک دانشمند است، پروفسور ویلیام اوسلر، چی میگه؟ میگه به قول مریض گوش بکنیم. چی را؟ بعضی وقت مریضا میخوان که من تشخیص خود برای دکتر بگویم. یعنی هر مریض پیش خود خود راجع به مریضی خود یک داستان داره، یک قصه داره، فکر میکنه که مثلا من اینجا یک مریضی دارم و میخوای که همون مریضی خود به دکتر بیان بکنه. پس خوب است که ما به نظریات مریضا چی بکنیم؟ گوش بکنیم.
افهام تفهیم در حقیقت همو اجندای دکتر و مریض با همدیگر شریک ساخته میشه و یک مهارت خاص است. یعنی ما اول باید به نظریات مریض گوش بکنیم و بعد مطابق با مو بیان مریض باز ما گپای را که داریم بر مریض بیان بکنیم. در ابتدا برای هر مریضی شما اجازه بدین که برای یک یا دو دقیقه صحبت بکنه، در تا در معاینه خانه شخصی و این تجربه را ما هم داریم. مریض میای برای یک دقیقه یا دو دقیقه یا نیم دقیقه صحبت میکنه، وقتی که این صحبت از شما به دقت گوش کردین یک نوع اعتماد به نفس برای مریض پیدا میشه، بعدا میتونین بیتر با مریض چی بکنیم رابطه برقرار بکنیم و اعتماد از رو با خود داشته باشیم. و اگر یک موردی او راجع به سلامتی خواه اظهار نظر میکنه، بو باید ما احترام بگذاره، نگن که تو کاملا غلط میگی. بعضی طبیبا متاسفانه بعضی مریضا یکان چیزایی میگن که مثلا تا رو مثال میگه دکتر صاحب شوش ما باد کرده یا مثلا جگر ما گل زده. بعضی طبیبا عصبانی میشن، فورا مریض میگن که شما نمیفهمین یا چنین یا چنان، با عصبانیت با او صحبت میکنه. خوب نیست این. در بحث طبابت باید که همو نظر طبیب نظر دکتر گوش بکنه و اظهار نظر نکنه، اگر ولو که اون غلط هم گفت. و معلوماتی که ما برای مریضا میدیم باید کوشش بکنیم که با زبان یا لسان مادری خود مریضا باشه. مثلا اگر مریض پشتو زبان است، کوشش کنیم با لسان پشتو با او صحبت کنیم. اگر فارسی زبان است با لسان فارسی، و اگر مثلا لسان خارجی میفهمه با لسان انگلیسی با او صحبت کنیم. راجع به مریضی که مریض داره، مثلا همین مریضی از چی نوع است، با چی شکل سیر میکنه، آینده از چی خطراتی برای مریض به وجود میاره، اینا رو اگر امکان داشته باشه ما با زبان ساده برای مریض بیان بکنیم تا مریض راجع به مریضی خود آگاهی حاصل بکنه. گپ بسیار خوب است. به نزدیکان مریض باید احترام گذاشته بشه، با عرف و عادات اینا باید به اونا بی‌احترامی نکنین. اگر ما به اقارب مریض بی‌احترامی میکنیم یا پایواز مریض مورد عتاب قرار میدیم، مریض نسبت به دکتر بی‌اعتماد میشه و این گفتن خبر بد. یکی از مشکلات جامعه طبابت خصوصا در شفاخانه همیسته که خبر بد چه قسم برای مریض و برای مریضدار باید گفته بشه. بعضی وقتا می گفتن خبر بد باعث تنش میشه، باعث جنجال میشه، حتی باعث برخوردهای فیزیکی و فحش و ناسزا برای جامعه طبی میشه. بعد به قسمت باید بسیار زیاد کوشش بشه که همین خبر بد به چه قسم گفته بشه، یعنی یک مدیریت کاملا خاص داره. به این صورت بعد که خبر بعد توسط کی گفته بشه بسیار مهم است. در بحث تداوی مریضا در داخل شفاخانه می فهمین که تیمی است، در یک تیم از همون دکتر با تجربه و سابقه دار تا به دکتران جوان و سال اول اینجا حضور دارد. خبر بعد توسط با تجربه ترین دکتر در همون تیم که حضور داره گفته بشه که مهارت از او در مدیریت بحران زیاد باشه، در گفتار باید قابلیت داشته باشه، همچنان در مسائل اجتماعی و مسائل دینی و عنعنوی مردم معلومات کافی داشته باشه. پیش از اینکه ما می خبر بعد برای مریض یا مریضدار برسانیم باید اتمامات امنیتی هم گرفته بشه، یعنی باید از کارمندان امنیتی شفاخانه هم کمک خواسته بشه تا اونا هم به جریان باشن که اگر مشکلی به وجود می آید باید فورا مداخله بکنن. در اینجا یک جدول ذکر کردن ABCDE که اگر ما به همین روش حرکت بکنین ما میتونین همین گفتن خبر رو بعد بسیار خوب مدیریت بکنیم و از تنش و مشکلاتی که ممکن است به وجود بیایه جلوگیری بکنیم. A Advance Preparation یعنی آمادگی های قبلی. پیش از اینکه شما همین خبر رو بعد در میخواین برای مریض بگین، آمادگی های کافی رو در نظر میگیرین، جای مناسب رو انتخاب میکنین، یک اتاق در نظر میگیریم، مریض و خانواده رو به اون اتاق دعوت میکنیم، برای از اینا
در ابتدا یک گلاس چای یا آب تعارف میکنین، یک چند دقیقی با اونا صحبت میکنین، بعدا آهسته آهسته میریم به طرف چی؟ همی گفتن خبر بعد. یعنی چیکار میکنیم؟ اول یعنی زمین سازی میکنیم، ذهنیت از اینا رو آماده میسازیم تا اینا قدرت پذیرش اینمی اعلان خبر بعد داشته باشن. یعنی به نام ادوانس پریپریشن میگن. ایجاد رابطه، بیلدینگ رپورت. بعد از اینکه آهسته آهسته با اونا صحبت کردیم، کم کم از مسائل حاشیه‌ای پرسان میشه و بین همی طبیب و همی کسی که میخواه این خبر اعلان بکنه و همی مریضدار و اقارب مریض، یک چی میشه؟ یک رابطه به وجود میایه، نوع اعتماد از اونا رو به وجود بیاره و آهسته آهسته میتونه همی خبر چی بکنه، برای اونا اعلان بکنه و اونا هم آمادگی دارن تا این خبر بشنون یا آماده میشن برای شنیدن همی خبر. دی دیل ویت پیشنت این فامیلی ریاکشن. در حقیقت چکار میکنیم؟ واکنش مریض و خانواده مریض رو باید مدیریت بکنیم که همی وقتی که همی خبر اعلان میشه و اونا یک عکس العمل نشان بدن، اینمی واکنش عکس العمل از اونا چه قسم ما بتانیم که مدیریت بکنیم. به این شکل است که باید که اینمی پروسه رو با کار ببریم. با مجردی که خبر بعد گفته میشه، بعضی ها به اصطلاح قش میکنن، زوف میکنن، به شاک میرن، گریه میکنن، سر و صدا میکنن، خشونت لفظی میکنن، حتی خشونت فیزیکی انجام میدن، در و دیوار به مشت و لقت میزنن، شیشه ها رو میشکنن، اشیای طبی که در اون اتاق اگر باشه اینا رو میشکنن. اینی حالت دکترها باید که ای تو حالتی به خود نگیرن که در حالت دفاعی قرار بگیرن، نوع خود با اونا هماهنگ نشان بدن، نوع قسم وانمود بکنن که ما هم در همی ابراز احساسات شما با شما شریک هستیم، نوی با شما غم شریکی میکنیم، شما رو درک میکنیم و نمی غمی که با شما مثلا به وجود آمده، می خبر بعد که ما با شما اعلان میکنیم، ما هم از همین متاثر هستیم. و دکتر خود متاثر نشان بدید در موضوع دفاعی نباشه که منجر به برخورد میشه. تشویق و اعتبار دهی عواطف، encourage invalidated emotion. به مریض و خانواده از او بعد اجازه داده بشه تا اونا همو حالت عاطفی خود بیان بکنن، گریه میکنن، بعد به اونا فرصت داده بشه گریه بکنن، سر صدا میشه بعد گوش بکنن. یعنی حالت عاطفی از اونا رو بعد در نظر بگیریم و در صورتی که ضرورت باشه ما از دیگران هم بعد طالب کمک بشیم. هر کاری که دکتر میکنه بعد اینمی عمل دکتر باعث اعتماد سازی بشه، اعتماد سازی بین مریض و دکتر، اعتماد سازی بین جامعه و سیستم صحت بسیار زیاد مهم است. اگر دکتر صاحبا عملی را انجام میدن که به روحی مریض ضربه وارد میشه، مریضا را عصبانی میکنن، باعث برخورد بین دکتر و مریض میشه، بین از اینا تبادله افراد الفاظ زشت میشه، نوع بی‌باوری وجود میاره، خصوصا شاید در اونجا کسایی هم باشن که به حیث بیننده اینجا به اصطلاح حضور داشته باشن، از این خاطر باید کوشش بشه که همی اعتماد از بین نره. بحث دیگر که ایسته که در قسمت برقراری بعضی از اتوبا، البته خدا نکنه که در جامعه تیبی چنین کسانی باشن که اینا با مریضای خود رابطه جنسی برقرار میکنن، متاسفانه هست، یعنی شاید واقعاتی از این قبیل اتفاق افتاده باشه. این بسیار عمل زشت است، به صورت قطع باید طبیب از همچون مواردی پرهیز بکنه. و اگر ما در یک سنتر صحی کار میکنیم و متوجه همچون یک مسئله میشیم که یک طبیب از مریض خود سوء استفاده جنسی میکنه، بعد فورا در قسمت به اصطلاح متوقف ساختن از اینا اقدام بکنیم و اگر او قبول نکرد بعد مسئولین به جریان قرار بدیم و اگر باز هم ما نتونستیم بعد حتی ایره به کمیته تبدیلی بکشانین و به هر قیمت شده از همچون مسائلی بعد جلوگیری بکنیم. آسیب پذیری مریض بسیار زیاد مهم است، یعنی باید ما کاری نکنیم که مریض متضرر بشه. به هیچ صورت باید ما تعرض به عقاید سیاسی مریض و عقاید اجتماعی از او باید تعرض صورت نگیره، بنا باید احترام گذاشته بشه. چون کاری که ما میکنیم، ما بیشتر باید به مسائل صحی مریضا بپردازیم، ما به مسائل اقتصادی مریضا کاری ندارن، به مسائل قومی و زبانی و عقیدتی و از قبیل مسائل مریضا باید هیچ کاری نداشته باشیم. طبیب باید بیشتر متوجه وضعیت صحی مریض باشه تا دیگر مسائل.
اگر یک مریضی که تحت تداوی شما قرار داره و به او یک ضرر وارد میشه، یک وقت مثلا در جریان تداوی متضرر میشه، بعد موقف دکتر چیست؟ یک، بعد صادقانه اعتراف بکنه، یعنی اشتباهی که طرف دکتر صورت گرفته بعد او را اعتراف بکنه که متاسفانه در جریان کار من میخواستم به تو کمک بکنم، متاسفانه این کار صورت گرفت. کوشش کنین که همین کار اختلاطی که به مریض وارد شده، ضرری که به مریض رسیده، به اسرع وقت باید چکار بشه؟ به او کمک بشه تا او ضرر مرفوع بشه. یعنی این را به اصطلاح کامپلیکیشن میگن در اصطلاح طبی، یک طبیبی که قدرت برداشت یا رفع کردن اختلاطات خود نداشته باشه، بعد هیچ وقت اقدام به کار طبی نکنه. مثلا یک طبیب مریض را عملیات جراحی میکنه، ممکن است در جریان عملیات جراحی به اثر بی‌احتیاطی یک ضرری برای مریض متوجه بشه. چی کسی حق داره عمل جراحی بکنه؟ کسی که بتونه اونمو اشتباه خود جبران بکنه. اگر قدرت جبران اشتباه نداشته باشه، هیچ وقت به او اجازه عملیات داده نمیشه. در صورتی که لازم باشه بعد از مریض معذرت خواهی بشه و نمی اشتباهی که طبیب انجام داده، بعد ایره به خود مریض و در صورت لازم به اطرافیان مریض شریک بسازه، اونا باید به جریان باشن. هرگاه یک مریض به نسبت نبود امکانات در داخل شفاخانه، دوا، تجهیزات به خطر مواجه میشه، بعد هر چه زودتر وظیفه طبیب است که در رفع همچون نواقصات اقدام بکنه، دوا پیدا بکنه، تجهیزات پیدا بکنه، مکان لازم آماده بکنه و بعد هم اقدام به تداوی مریض بکنه. یک وقتی ممکنه مریضی که تحت تداوی شما قرار داره از شما شکایت بکنه، واکنش شما در مورد چی باید باشه؟ کوشش کنین که بسیار به زودترین فرصت یک جواب قانع کننده و صادقانه برای مریض ارائه بکنین، به شکایت مریض گوش بکنین و کوشش کنین به قناعت مریض بپردازین، ببینیم مطابق به شکایتی که شما کرده از خود دفاع بکنین، ولی این دفاع صادقانه باشه، یعنی هیچ وقت دروغ نگین. در صورتی که لازم شد ببینین که اگه اشتباه کوچکی از طرف شما صورت گرفته، از مریض معذرت خواهی بکنین و اینمی شکایت باعث نشه که تبعیض نسبت به مریض قائل بشیم. یعنی مریض دیروز رفته از شما شکایت کرده، فردا شما باز در قسمت تداوی مریض بی‌توجهی نکنین. یعنی باید کوشش بکنین که با مریض برخورد یکسان داشته باشین، بدون از اینکه او فکر بکنین که از شما شکایت کرده. رازداری در طبابت یک اصل است، بسیار زیاد مهم است. راز مریض در تمام حالات باید حفظ بشه. حتی در سوگندنامه بقرات ذکر شده که بعد از مرگ مریض هم باید که طبیب حق نداره که راز مریض افشا بکنه به هیچ صورت. یک مریض ها پیش هم مراجعه میکنن، رازهای مختلف دارن، ایره با شما در میان میگذارن، ایره دیگه شما در وجود خود دفن میکنن، حتی با هم مسلکای خود هم ایره شریک نمیسازن. مثلا شو میریم به خانه خود، با خانواده خود شریک نمیسازن که همچه یک مریض یا ماد، یا خصوصا که اگه مریض معرفی بکنیم یک جرم است که همچه یک مشکل داشت، چون طبیب جای محل اعتماد مریض است و بعد اعتماد هیچ وقت ما نشکنیم. برای حفظ معلومات صحیح و راز مریض بعد اهتمامات ذیل ما در نظر بگیریم. با مریض به جای مصاحبه بکنیم که صدا از اونچه بیرون نشه، معلوماتی که راجع به مریض منویسیم ایره به دسترس دیگران قرار ندهیم، دوسیه مریض باید کاملا در جای مسئول نگهداری بکنیم. معلوماتی که ما میخواهیم راجع به مریض با دیگران شریک کنیم، باید که این معلومات خود مطمئن بسازیم که این به دست شخص سوم نمیرسه. مثلا شما میخواهید این معلومات با یک طبیب دیگه شریک بسازیم، این در ضرورت شخص 100% ضرور است که او را در جریان قرار بدیم، ولی شما بفهمین و همون طبیب بفهمین، شخص دیگری بر در این قسمت از این معلومات استفاده کرده نتانه. وقتی ما با همکارا خود مشوره میکنیم، به اصطلاح ایره کانسلتیشن میگم، باید که در این قسمت بسیار زیاد جدی باشیم. غیبت کردن از مریض گناه بسیار بزرگ است. هیچ وقت راجع به مریض با دیگران غیبت نکنیم که بسیار زیاد گناه عظیم است. یک نفر از طریق تلفن راجع به یک مریض از شما معلومات میخواد، خود معرفی میکنه که من از اقارب فلان مریض هستم، راجع به مریضی از شما برای من معلومات بدید، به هیچ صورت بعد شما این کار نکنیم تا ای که 100% مطمئن نباشیم که اینمی مثلا از اقارب درجه اول مریض است. در صورتی که شما مجبور شدین که راز مریض را افشا کنین، بعد طبق همی رهنمود بعد عمل بکنیم. چی وقت شما میتونید معلومات مریض شریک بسازید؟ زمانی که شریک ساختن معلومات مریض برای مریض و برای جامعه مهم باشه،
حتما مثلا مهم باشه. مثلا چی وقت شما میخواین که چی بکنین؟ یک نفر هست که این خطرات اجتماعی تولید میکنه، دیوانه هست، جنون داره، باز ایره شما باید به مرجع مربوطی از او راجع به زی همین معلومات را شریک بسازین که اگه در غیر از او اگه کار نکنین اونمو جنون از او باعث میشه که هم به خود ضرر برسانه و هم به دیگران ضرر برسانه. پس بسیار اینه یکی از اساس بله در نظر گرفتن منافع جامعه باعث میشه که ما راز مریض چی بکنیم؟ شریک بسازیم. در صورتی که قانون ایجاب بکنه، یعنی از نظر قانونی ما مجاب باشیم که راز مریض افشا بکنیم، با حکم قانون باید کار انجام بدیم. محکمه از شما معلومات میخواهد، به این صورت باید که راز مریض به اختیار قاضی گذاشته بشه. چی وقت معلومات مریض بدون رضایت مریض با دیگران شریک ساخته میشه؟ بنامی پیشتر گفتن که خود مریض نمیخواه معلومات شریک بوله، ولی شما میتونیم. ما تنها در مقابل مریض مسئولیت نداریم، در مقابل جامعه هم مسئولیت داریم. اگر ما همین راز مریض رو به جامعه افشا نکنیم، گفتیم که جامعه چی میشه؟ متضرر میشه. پس باید که مثلا یک مریض تصمیم داره برای یک نفر بکشه یا یک جمع رو بکشه، میای پیش ما اعتراف میکنه، میگه من تصمیم دارم که برم مثلا تفنگ بگیرم، برم به فلان مکتب داخل بشم و معلم ها و شاگردار همه رو به قتل برسانم. مریض های روانی تو قرار میکنن، چنانچه شما بعضی وقت شاید از طریق تلویزیون شنیده باشین که یک نفر تفنگدار به امریکا داخل مکتب شد، مثلا چقدر معلمین و معلمین رو کشت. پس این میای با شما این راز، شما حتما باید این راز رو با پلیس در میان بگذارین، چون بحث خطر با خطر افتادن مسئولیت جامعه و همون مکتب است. در همچه حالات بعد که شما ایره با مسئولین امنیتی ایره شریک بسازه. یک وقت احتمال یک مریضی ساریست، مثلا یک نفر ایدز داره، یک نفر کولرا داره، یک نفر مثلا مریضی های ساری بسیار خطرناک داره، وی آزادانه در جامعه گشت و گذار میکنه و فعالیت میکنه، شما باید به مراجع زیرب اطلاع بدین که اینمی آدم مریضی ساری بسیار خطرناک داره و ممکن است که جامعه رو مریض بسازه و همون مسئولیت خود باید ادا بکنین و همون راز مریض با مراجع زیرب باید دیره شریک بسازین. یک نفر بعضی ها هستن جنون دارن که مثلا اطفال رو به قتل میرسانن یا تجاوز میکنن به اطفال و اینا رو شما میاین در میابین به معاینه خانه. وقتی که مریض رو معاینه میکنین، از اون مشاهده که از اون میگیرین، معاینه که از اون میکنین، به این نتیجه میرسین که نمیم چی اگه انسان است خطرناک است، باعث آزار و اذیت اطفال خودسن میشه. همچون مواردی هم باید که شما فورا شریک بسازین با امو ادارات زیرب تا در قسمت از اون تصمیم گرفته بشن. بس در صورتی که یک مریض ظرفیت تصمیم گیری در تداوی نداشته باشه، باید از اقارب از او کمک ساخته گرفته بشه. این در کدام حالت است؟ یک وقت دکتر متیقن میشه که تماس با مریض غرض اخذ اجازه برای افشای معلومات خطر جدی را متوجه خود از او یا همکاران از او میکنه. مثلا شما میفهمین که اگر با خود مریض تماس میگیرین که ما همین مریضی تو افشا میکنیم، یا خود از او احساس میکنه که شما مریضی از او افشا میکنین، به این صورت باید از اقارب